سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من، همیهنان عزیزم در همه جای جهان، خاصه درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین، و باز در آدینه دیگر با برنامه دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. در گذار روزگار رسیدیم به یکم اسفند ماه ایرانی. بوی تراوت نوروز از امروز به مشام همه نوروز دوستان و ایرانیان نزدیک شده است. برنامه امشب جمعه یکم اسفند ماه ایرانی برابر با 19 فوریه 2021 میلادی رو با مجموعه مطالب منتخب مرور خواهیم کرد و در واقع مثل همه شبها نگاهی خواهیم داشت بر تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. البته خب عمده مطالب امشب طعم و تم سیاست خارجه دارد و لزوما نمیتوان گفت که امروز ایران در ایران فردا، ایران و سایر مسائل جهانی هم به نحوی از آنها گره خورده با داستان ایران و ایرانیان. اما در رأس و صدر خبرها و نظرها عقب نشینی تازه دولت بایدن، یا به تعبیری ارائه و ارسال سیگنال سبز و چراغ سبز به مردان جمهوری اسلامی ایران، همه پیشبینی های پیشینی بسیاری از کارشناسان رو مبنی بر انعطاف و علاقه و مهر دولت بایدنی ها به فرقه فقیهان عملا محقق کرده و در نخستین گام گویا برخی از تحریم های پیشینی عهد ترامپی رو لغو کرده، ضمنی که یکی دوتا کار دیگری رو هم انجام داده، مثلا ممنوعیت ورود برخی از خبرنگاران یا دیپلمات های جمهوری اسلامی در نیویورک رو هم می دیدم که در خبرها آمده بود. واکنش ها رو در این رابطه یک مروری کوچکی می کنیم. اساس مطلب چنین است که بایدن عملا از مکانیزم ماشه عقب نشست و ظریف هم در واکنشی اظهار موافقت کرد، اما باز هم دیدم در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی شرط و شروط آقای ظریف علیه اروپایی ها و امریکایی ها تا لغو کامل تحریم به گوش می رسید. علی ای حال، چیزی که در خبرها و نظرها به گوش و چشم می آمد، سرپرست نمایندگی ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد به شورای امنیت اطلاع داد که دولت جو بایدن از اقدام دولت پیشین آمریکا برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی که موسوم به مکانیزم ماشه هست صرف نظر کرد. در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران با اذعان آمریکا به غلط بودن اقدام قبلی موافق است، اما برای بازگشت به محدودیت های برجام همچنان خواهان لغو فوری تحریم هاست. خب همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاهی دارید و در برنامه دیشب و شبهای گذشتم اشاره کردم، خب جمهوری اسلامی در طول ساعات و روزها و شبهای گذشته به تاکید اشاره کرده که از پنجم اسفند ماه پروتکل الحاقی رو میخواد لغو کنه، یعنی عملا بخشی از نظارت های تنظیم شده کارشناسان سازمان انرژی اتمی جهانی رو میخواهد کاهش دهد یا به تعبیری متوقف کند. البته توقف کامل که چنین جرأت و جسارتی ندارد. علی ای حال، همون گونه که اشاره کردم جمهوری اسلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داد که از روز دوشنبه اجرای پروتکل الحاقی رو متوقف می کند مگر آنکه تحریم های آمریکا لغو شود. در آستانه این ضرب العجل تلاش های دیپلماتیک برای عبور از بنبست در مسیر احیای برجام سرعت گرفت. امریکا به دنبال جلسه وزیر خارجش با سه قدرت اروپایی اعلام کرد که حاضر است دعوت اروپا برای شرکت در جلسه با حضور جمهوری اسلامی ایران رو بپذیرد.
آری، موجی از فعل و انفعالات برای رفع و لغو کامل تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن همزمان با شرط و شروط های مردان جمهوری اسلامی وارد فاز تازه ای از فرایند دیپلماسی شده، تا جایی که آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی با رویترز صریحا گفته که با وزرای خارجه سه کشور اروپایی آمادگی دارد تا همزمان با حضور جمهوری اسلامی در خصوص بازگشت دو کشور به توافق هسته‌ای 2015 گفتگو کند. خب، در حالی مقامات ایالات متحده آمریکا دست به چنین اقدامی زده اند که در سوی دیگر ماجرا، یعنی از سوی جمهوری اسلامی، مشخص از سوی رهبری جمهوری اسلامی و همینطور رئیس جمهور ایران در روزها و شبهای گذشته به شدت می‌دیدیم به نحوی از آنها ترامپ ستیزی وسیعی صورت گرفته بود و مدام بر یک موضوع انگشت تأکید می‌گذاشتند، مبنی بر اینکه اصلاً موضوع و ماجرایی در میان نیست، تفاهم و توافقی صورت گرفته و دولت بایدن هم که نسبت به سیاست‌های ترامپی انتقاد دارد، برگردید و تسلیم شوید. دقیقاً این عبارت ها رو به کار برده بودن که اتفاقاً مایلم گوشه از اظهارات آقای حسن روحانی رو که از ضرورت تسلیم شدن دولت بایدن سخن می گفت ببینیم، بعد برگردم ادامه ماجرا و دور گرفتن برخی از اعضای سپاه قدس در راستای دور زدن تحریم ها رو هم ببینیم. ببینیم آقای روحانی چه میگوید که عملاً با این واکنش کنونی آقای بایدن گویی آنها خیلی مسرور و مشعوف خواهند شد که فرامین و فتواهایشان در واشنگتن و کاخ سفید شنیده شده. میبینیم اظهارات آقای روحانی رو. حالا ملت آمریکا فهمید که اون اشتباه کرده، دولت فعلی هم فهمیده که اون اشتباه کرده. ما امیدواریم این اشتباهات هرچه سریعتر جبران بشه و دولت جدید آمریکا در برابر قانون، در برابر مقررات، در برابر قطعنامه 2231 تسلیم بشه. تسلیم در برابر قانون عیب نیست، خجالت نکشید. خب، گوشه هایی از اظهارات آقای حسن روحانی رو می دیدیم که عملاً 48 ساعت نگذشته ایشان خواهان تسلیم دولت آقای بایدن شده بود در رابطه با بزن آنان قانون، و آقای بایدن هم عملاً از برخی از قوانین تحریمی عهد ترامپی عقب نشینی کرده. در این رابطه می دیدیم امروز آقای محمد جواد ظریف هم به اروپایی ها خط و نشان می کشید و می گفت که برای ما اعمال فشار نکنید، اعمال فشار جواب نمی دهد. ببینیم اظهارات آقای ظریف رو که سازوکار به تعبیری تازه ای رو در قبال اروپایی ها بیان می کند. اون چه که ما اعلام کردیم این است که اقدامات جمهوری اسلامی در اجرای ماده 36 برجام و به عنوان اقدامات جبرانی بوده. اروپایی ها می دانند که ما یک سال به اونها فرصت دادیم که اقدامات جبرانی رو انجام بدن، انجام ندادند. آمریکا هم که باز نگشته، کماکان هم سیاست فشار حد اکثری رو داره ادامه میده علارغم اینکه گفته این سیاست شکست خورده. لذا اروپایی ها باید این رو توجه داشته باشن که فشار با ایران کار نمیکنه، اظهارات بی ارزش هم فایده ای نداره. به محض اینکه اقدامی ما از سوی آمریکا و اروپا ببینیم در جهت اجرای تعهداتشون، ما هم بلافاصله واکنش نشان میدیم و به تعهداتمون برمیگردیم. به هر روی آقای محمد جواد ظریف و دیگر مردان جمهوری اسلامی طبیعتاً با اصراری که بر حقانیت موضع خود داشتن، همون گونه که من در برنامه‌های نخست پس از پیروزی آقای بایدن اشاره کرده بودم، هر از گاهی برخی از حاکمان و خودکامگان در تاریخ نوعی بختیاری شامل حالشان می شود که از جمله آنها همین جمهوری اسلامی بوده که حضور بایدن عملاً بخت فرقه فقیهان در تهران رو نیز روشن کرد و به تعبیری آزمود. در این رابطه اشاره کنم که آقای ظریف در رابطه با بزعم اینان عقب نشینی دولت بایدن گفته که آمریکا اذعان کرد که ادعاهای پومپئو درباره قطعنامه 2231 هیچ اعتبار قانونی ندارد. ما هم موافق هستیم. که با بیان چنین اظهاراتی عملاً سخت
در یک فرایند تبلیغاتی هم در عرصه جهانی، هم در عرصه منطقی و هم در عرصه داخلی میکوشند که از موضع حقانی خودشون سخن بگویند که به هر روی این شکاف دیدگاه و راهبردی و رهیافتی در کاخ سفید یعنی بین آقایان ترامپ و بایدن گویا اینها رو بسیار خوشنود کرده که معتقدند که ما از قبل همینو میگفتیم و بر موضع حقانی خیش هستیم، الان هم چنین خواسته هایی رو داریم. البته بایستی ببینیم که آیا واقعا دولت بایدن در بازگشت جدید به مقوله برجام آیا اون امتیازاتی رو که اینها میخواهند مخصوصا در حوزه حقوق بشری و حوزه تسلیحات و موشکبازی های جمهوری اسلامی آیا اون امتیازات رو با اونها خواهد داد یا تمام و کمال با بازگشت و برگشت به برجام همه ی خواست های مردان جمهوری اسلامی رو برآورده میکند یا خیر که قطعا مبتنی بر یک نوع سیاست عملگرایانه در عرصه دیپلماسی بین الملل و فضای کنونی مطلقا آقای بایدن نمیتواند چنین روی کرده متواضعانه و بخشنده‌ای رو در قبال فرقه فقیهانی اعمال کند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم کماکان از امریکا تا تهران گویی یا همون گونه که اشاره کردم مهر مردان بایدن در کاخ سفید مشمول حال دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم شده تا جایی که حتی محدودیت تردد دیپلمات‌های ایران در نیویورک رو هم امریکا لغو کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که امریکا به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اطلاع داد که محدودیت‌های اعمال شده برای سفر دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نیز لغو شده. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که قبلا در سال 98 توسط دولت ترامپ طی یک نامه‌ای به دفتر نمایندگی سازمان ملل از همه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در دفتر نمایندگی سازمان ملل و خانواده‌هاشون خواسته شده بود که فقط در مسیر از منزل تا مسیر دفتر نمایندگی سازمان ملل رو حق تردد آمده شد دارند و همینطور از فرودگاه جان اف کندی بایستی مستقیم به خانه ها یا مراکز دیپلماتیک سازمان ملل بروند و نمی توانند از یک مسیر مشخص و تعیین شده و کیلومتر تعیین شده نمی توانند دورتر شوند که به هر روی سیاست بسیار جالبی بوده برای اعمال فشار به برخی از گروه های موسوم به دیپلمات که خب مشخص نیست در کشورهای مختلف چه به چه کاری مشغول هستند. خب بسیاری از مقوله ها و کارد و کارهای تبهکارانه و تروریستیشان در روزها و ماها و هفته های اخیر رو شده و دولت ترامپ اون رو مهار کرده بود که الان آقای بایدن این رو هم لغو کرده، گفت که هر آن جایی که دلتان میخواهد میتوانید آمده شد کنید. که علی ای حال این تحول همزمان با دو تحول دیگر صورت گرفته که خب به هر روی خبر رو خوندیم. دولت آمریکا در همین روز اعلام کرد که آماده است تا در نشست گروه 5 به علاوه یک با ایران نیز شرکت کند. و در سوی دیگر همون گونه که در خبرهای آغازین اشاره کردم در این همین روز نماینده امریکا در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت موضع دولت ترامپ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه و احیای تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رو پس گرفت. خب خبرها و نظرها رو با نگاهی به نشریه فیگاروی فرانسه ادامه می دهیم. در حالی که جمهوری اسلامی با مجموعه سیاست‌های مهرآمیز دولت بایدن مواجه شده، عملاً در مقوله محاکمه دیپلمات تروریستش در بلژیک که از سوی دادگاه‌های اروپایی به اتهام تروریسم محاکمه شده دست به گروگانگیری شهروندان اروپایی زده. در این میان روزنامه فرانسوی فیگارو گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران یک فرد دو تابعیتی ایرانی فرانسوی و همینطور یک شهروند آلمانی رو حدود دو هفته قبل دستگیر کرد. بنابر گزارش فیگارو جمهوری اسلامی این دو نفر رو پیش از صدور حکم دادگاه بلژیک در مورد اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در 16 بهمن دستگیر کرد تا از این دستگیری ها به عنوان اهرم فشاری برای آزادی اسدی استفاده کند. بر اساس این گزارش شهروند فرانسوی ایرانی در حال پرواز دادن یک پهباد در یک بیابان دستگیر شد. به گزارش فیگارو وزارت خارجه فرانسه و مقامات ایرانی و آلمانی در این مورد تاکنون اظهار نظری نکردند.
خب، خبر دستگیری های جدید شهروندان اروپایی از سوی جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که خب کارنامه بسیار سیاهی در گروگانگیری شهروندان مظلوم و بیدفاع و توریست های کشورهای منطقه بعضا جمهوری اسلامی دارد که خب حتی یک جزء سیاست های رسمی بخشی از ارکان جمهوری اسلامی است، چنان که دیدیم آقای محسن رضایی یا همینطور شخصی با نام حسن عباسی که از ایشان به عنوان تئوریسین دکترینال بدون مرز نام برده می شود صریحا اشاره کرده بودند که بتوانند برای تأمین بودجه های خودشون با گرفتن برخی از شهروندان امریکایی یا بریتانیایی، به طور مشخص امریکایی رو گفته بودند، و به ازای هر نفر مثلا چندی میلیون دلار مجدد از دولت امریکا پول بگیرند و بتوانند با این شیوه آدم ربایی بودجه کشور رو تأمین کنند. نمیگویند که با پیوستن به FATF، با تعامل مطلوب با دنیای غرب، با انجام مذاکرات شفاف با سیاستمداران جهانی، نمیگویند با این شیوه های متعارف و دیپلماسی معمول بتوانند دنیا رو به تعامل بیشتر و همینطور چرخه مطلوب اقتصادی وادارند و میگویند با گروگانگیری بتوانیم پول بگیریم از دولت های امریکا. حالا فکر کردن که پول هایی که دولت آقای باراک حسین اوباما به اونها داده بود خیلی براشون شیرین اومده بود و گمان برده بودن میتوانند با این شیوه ادامه دهند. علی حال، خبر دستگیری های چند روز اخیر این دو شهروند اروپایی پس از آن منتشر میشود که 58 کشور جهان در یک بیانیه البته غیر الزام آور به ابتکار وزارت خارجه کانادا بوده، دستگیری اتباع خارجی رو به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک غیر قابل قبول خواندند و به محکومیت جمهوری اسلامی کوشیده بودند. خب، کماکان خبرها و نظرها رو با زمینه و مضامین نسبتاً مشابه دنبال می‌کنیم، در حالی سیاست‌های پرستیز جمهوری اسلامی با جهان ادامه دارد، با گروگانگیری برخی از توریست‌ها و شهروندان بی‌دفاع و بی‌خبر از کرد و کار تبهکارانه جمهوری اسلامی، در حالی این گروگانگیری‌ها ادامه دارد که همون گونه که اشاره کردم اصلاً بخشی از سیاست تنظیمی جمهوری اسلامی به مثابه و همانند حکومتگران داعشی رسما گروگانگیری و باج‌خواهی و پولخواهی هستش. در همین رابطه دیدم امروز خبرها و نظرهایی حکایت از آن داشت که معاون قدس، سپاه قدس، یعنی آقای قاسمی صریحا اعلام کرد که برای دور زدن تحریم‌ها به نام اتباع خارجی شرکت ثبت می‌کنیم، همون کاری که در مقطعی منجر به بروز بحران مرجان شیخ الاسلامی در ترکیه شده بود، که البته من ورود به این حوزه فعلا نمی کنم که بحث دیگری است. علی حال، معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه پاسداران گفت که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های نفتی شرکت های رو به نام اتباع خارجی ثبت می کند. رستم قاسمی افزود که با مجوز شورای امنیت ملی و برای فروش نفت ایران شرکت‌هایی ثبت می‌شوند که حتی یک ایرانی هم عضو آن نیست. بله، در دل چنین فسادهای غیر ایرانی است که بابک زنجانی‌ها زاده می‌شوند. این همان سیاست علی خامنه‌ای مبتنی بر سیاست مکتب اقتصاد بسیجی و اقتصاد مقاومتی است. هرچند آقای رستم قاسمی خودش هم درباره فعالیت این شرکت ها جزئیات بیشتری ارائه نکرد. فقط اشاره کنم که قاسمی در دوره احمدی نژاد وزیر نفت بود و در این دوره به بابک زنجانی مجوز داد تا نفت ایران رو بفروشد. زنجانی، خب همه شما آگاه هستید که متهم هستش حدود 2 میلیارد یورو از پول فروش نفت رو به دولت باز نگردانده. اصلا از اینکه در سپاه قدس که کارش عملا مداخله در کشورهای منطقه‌ای و عملیات‌های تروریستی هست، داشتن معاون اقتصادی چیست دیگه داستانی است که شهروندان ایرانی بهتر میتونن داوری کنن، و این همانا خواستهای آقای خامنه‌ای است که اتفاقا خواستم بخشای از اظهارات ایشون رو هم، اظهارات 48 ساعت قبلش رو تحلیل کنم که فرصت اجازه این کار رو نمیدهد. فقط خیلی کوتاه اشاره کنم که دستمایه طنز شهروندان و افکار عمومی در شهر شبکه ها شده بود. ایشون نظام پادشاهی پیشین رو برای نخستین بار دیدم با کلمه محمد رضا نام میبرد و ایشون رو همکاره تصمیم سازی ها میدانست و حتی دولت ایشان رو به تعبیری ناکارآمد میدانست و کاری نمیدانست.
این بیانات مورد تمسخر شهروندان واقع شده بود و اتفاقا دیدم بسیاری از شهروندان مصداق عملی و عینی خودکامگی، همه کار بودن خودش و هیچ کار بودن شهروندان رو در مدیریت سیاسی آیت الله علی خامنه ای رسما مصداق ایشان می دانستند و به طنز می دیدم که بسیاری بخش‌های بریده از اظهارات خامنه ای رو به اشتراک می‌گذاشتند. حتی بعضا مردان اصلاحات در ایران می‌دیدم که چنین می‌کردند و سیاست‌های انتخاباتی ایشان و دیگر سیاست‌های آقای خامنه ای رو به چالش می‌کشاندند و حتی از این نکته گلایه داشتند که گویا ایشان دچار نوعی خودشیفتگی توأم با انکار پدیده‌های واقعی مبتلا شده است. وقت برنامه من عملا به انتها رسید، اما خبری که می دیدم بسیار بر سر رسانه ها بود و هرچند خبر علمی بود که در واپسین ثانیه ها مایلم به اون اشاره کوچکی بکنم که قطعا شما از سوی بسیاری از رسانه ها تا الان دیدید، فقط یک افزود نظر روی آن خواهم داشت که مرتوجه شهروندان ایرانی واقع شده بود که به قیاس بیخردی مقامات جمهوری اسلامی در قبال مسائل علمی اشاره می کردن و به موفقیت های علمی در دنیای غرب، مقوله فرود موفقیت آمیز یک کاوشگر مریخ نورد ناسا بوده که بسیار متوجه جامعه ایرانی هم واقع شده بود. نظر به اینکه بیش از 70 خورده ای شهروند ایرانی در سطوح بسیار بالای این نهاد هوافضای امریکا مشغول کار هستند، طبیعتاً متوجه بیشتر واقع می شود از سوی افکار عمومی ایران، چرا که ایرانیان معتقد هستند که پس از استقرار نظام فقیهان فرار مغزها در سطح وسیعی صورت گرفته و این منجر به هرچه فقیرتر شدن جامعه ایرانی از یک سو، هرچند فربه شدن و افتخار آفرینی های ایرانیان در سایر مرزها در دیگر سو شده است. علی ای حال مریخ نورد پشتکاری ناسا با موفقیت بر سطح این سیاره فرود آمد تا علائم حیات رو در این سیاره ساکت بیابد. همانا یافتن علائم حیات در سیاره خاموش و بیرمق و ساکت، خود این خبر علمی نوعی تقابل گفتمانی با فرقه فقیهانی است که هلال ماه رو در آغازین روز رمضان یا واپسین ماه رمضان قدرت دیدن آن رو هم ندارند و هیئت‌های رؤیت هلال ماه تشکیل می‌دهند. قطعاً از منظرهای مختلف برای افکار عمومی ایران این تیپ خبرها هم جالب هست و جالب جلوه می‌کند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.